خشونت علیه زنان نام پدیده‌ای که هنوز هم در ولایت پروان از افزایش موارد این خشونت سخن زده می شود. زیادتر است. خشونت علیه زنان. مثلا درس نخوانند، نروند، از خانه بیرون نبرند، که برآمدند دیگه یا حالت کشتن هستند دیگه، جانشان دستشان جان خود از دست میتند. از طرف خانواده که کور از بیسواد است، اصلا نمی فهمه به حساب به گفا این مشکلات است. این ضعف ریاست امور زنان را نشان میده. ما باید برنامه های را پلان گذاری و هدف گذاری بکنیم و روی از سالانه کار بکنیم که بیشتر دختر خانم هایی که آسیب پذیر هستند، دختر خانم ها و جاها و مناطقی که بیشتر میفهمیم که دوچار مشکل و دوچار همچون خشونت ها بیشتر میباشن، برنامه های ما را تأثیر گذارتر پیش ببریم. با اساس معلومات ریاست امور زنان ولایت پروان، در جریان 6 ماه گذشته حدود 60 مورد از قضایای خشونت علیه زنان را به ثبت رساندند. در مورد عوامل عمده ادامه خشونت علیه زنان، عایل شبروز آگاه مسائل اجتماعی میگوید هنوز هم سطح آگاهی مردم در افغانستان در مورد حقوق زنان در سطح بسیار پایین قرار دارد. افزایش 30% خشونت علیه زنان ناشی از این است که یک تعداد از خانم ها به حقوق خود واقف نیستند. اصلا حق خود را نمیفهمند. یک تعداد از آقایان از مردها هم واقف نیستند که یک زن تا کجا حق دارد، تا کدام سر حق دارد. در سالهای اخیر در مورد وضعیت زندگی زنان و دختران حالت به گونه‌ای تغییر کرده است که زنان و دختران کمتر موارد خشونت در برابرشان را ثبت میکنند و به ریاست امور زنان ولایت پروان مراجعه میکنند. اما با آن هم مسئولین در این ولایت میگویند در 6 ماه گذشته 30% از این خشونت ها افزایش یافته است.